امروز جمعه 8 اردیبهشت مردم بلوچستان یک بار دیگه به خیابان‌ها آمدند و گفتند که ما باز می‌گردیم تا صدای در گلو خفته بلوچستان مظلوم باشیم که هر روز و هفتش جنایتکاران حاکم بر ایران خونفشان کردند. با هم تصاویری از تظاهرات امروز مردم بلوچستان رو ببینیم و ادامه بدیم. برای بررسی بیشتر تظاهرات امروز مردم دلیر بلوچستان همراه میشیم با آقای رضا شمیرانی، زندانی سیاسی دهه 60. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای شمیرانی. تصاویر رو دیدیم ولی می‌خواستم ابتدا به عنوان اولین سوال شما هم خلاصه ای از آخرین خبرها و تحولات امروز در بلوچستان به ما و بینندگانمون بگید. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون و به طور خاص سلام عرض می‌کنم به هموطنان هم در استان سیستان و بلوچستان که یک جمعه اعتراضی دیگه به خیابون ها سرازیر شدن و همچنون جمعه های گذشته بر علیه رژیم و فکر خاص و علیه خامنه شعار داره. امروز خلاصه اگر بخوام خدمت شما عرض کنم، آقای مولوی عبدالحمید به صحبتی که داشتن اشاره کرده بودن به گفتگوها و عواجب رژیم مبنی بر اینکه قتل عام 8 مهر 1401 در مسجد مکه بود یک خطای انسانی بود که ایشون نفی کردن، گفتن نه تنها خطای انسانی نبود، یک جنایتی بود، یک جنایت انسانی که اینجا اتفاق افتاده و بایستی پیگیری بشه و عوامل این جنایت بایستی همه‌شناسایی و مجازات. امروز مردم بعد از نماز جمعه خیابون ها اومدن و با شعار میکشم آن که برادرم کش، برادر شهیدم خون تو پس میگیرم، همچنان هفته های قبل تظاهرات خودشون ادامه دادن و در واقع این منطقه رو به یک کابوس پایان ناپذیر بر رژیم خامنه ای و این سپاه پاسداران منفور تبدیل کرد. بله با تشکر. سه‌شنبه شب 5 اردیبهشت خبر درگیری مردم فنوج در استان سیستان و بلوچستان با مامورای خامنه‌ای و تهاجم جوانای دلیر بلوچ به کلانتری رو داشتیم. از علت و جزئیات این موضوع اگه میشه برام بگید. در واقع داستان اینجوری بوده که دو تا جوان موتورسوار توسط نیروی انتظامی زیر گرفته میشن که یکی از این جوانا که 16 سالشون بوده نام سمیر گردپانی متاسفانه کشته میشه و در اعتراض به این حرکت جنایتکاران نیروی انتظامی مردم اون منطقه بسیج میشن و به سمت کلانتری میرن و با شعار دادن به علیه اونها و سنگ پرانی به سمت کلانتری اعتراض خودشون نشون میده. این نیروی انتظامی وارد میشن و با شلیک گاز اشک‌آور و شلیک مستقیم به سمت مردم متاسفانه 3 نفر دیگه از این جوانان مصدوم میشن که یکی از اونها به اسم محمد رضا نصرتی که 16 ساله در کما هستش و احتمال مرگ اون وجود. البته رژیم برای کوشش پنهان کردن جنایتی که انجام داده در منطقه این رو نفی کرده و یه حرکت ربطی به خودش نداشته، تصادف بین دو موتورسوار بوده، قضیه رو به این شکل مطرح کرد. ولی امام جمعه اون منطقه توی جلسه که داشتن
در واقع گفته بودن که باید این قضیه بررسی بشه و مشخص بشه عوامل این جنایتی که بوده و به طور خاص تاکید کرده بودن، مشخص کرده بودن که اون گزارشی که شورای تامینی منطقه در واقع صادر کرده بود چرته و بایستی دلایل واقعی این جنایت که توسط نیروهای مشخص بشه که امروز تو منطقه و خصوصا تو همین زاهدانی این خودش به یک ابزار و وسیله برای اوج گرفتن این اعتراض کما اینکه یکی از شعارهایی که میدادن این بود که از زاهدان تا فنوس اونم برای ایران، یعنی این امروز نه تنها در زاهدان بلکه در فنوس هم که اینجا بود اعتراضی گسترده مردمی رو ما داشتیم که در واقع اون شعله این تحرکات مردمی و اعتراضی رو شروع کرده بود و رژیم به شرط جرد امنیتی خیلی شدیدی تو منطقه ایجاد کرد. علاوه به این فاز امنیتی که رژیم حاکم کرده بود، ولی باز مردم به کار خودشون ادامه داد. البته این داستان جنایت 5 اردیبهشت افتاد، ولی برای اینکه شنوندگان و بینندگانشون جریان بدن، 7 اردیبهشت هم دوباره چنین داستانی، یعنی نیروی انتظامی یکی از فرد 37 ساله‌ای رو به اسم کریم دادی در واقع زیر گرفته بود و باعث فوت این فرد شده که اون هم اعتراضات گسترده‌ای رو به دنبال خودش داشت. البته صحبتی بوده مبنی بر اینکه نیروی انتظامی اینها الکل خورده بودن، مست کرده بودن و به خاطر سرعت بالا این اتفاق افتاده بود، ولی خب همونطور که می‌دونیم به خاطر تحرکات و اعتراضات گسترده‌ای که مردم داشتن رژیم تو منطقه همچنان به حرکت های سرکوبگرای خودش ادامه میده. کمی که چند روز پیش توی چابهار مدارس رو در واقع عملیات شیمیایی انجام داده بود که گفته بودن که دو هلیکوپتر که ظاهرا تو سطح پایین حرکت میکرده مواد شیمیایی پخش کرده بودن که بسیار بسیار دکتران مدرسه شده بود که حتی یکی از معلم ها هنوز در بیمارستان مستقر. و در واقع پس اون چه که میبینیم به نوعی رژیم برای یک نوع انتقام گرفتن از مردم هر روز دست به کشتار به اشکال مختلف میزنه و همیشه به نوعی نقد میکنه، ولی خب برای مردم کاملا مشخص و مبارز هستی که رژیم توش اینجا نتا قرار بود. همین مشاهده این هستیم که حرکت مردم خیلی گسترده اعتراضاتشون شده برتر در مقابل این جنایتی که رژیم کنند هست. بله، با تشکر از شما، با اجازهتون صحبت های امروز مولوی گرگیچ امام جمهوری گالیکش گلستان رو با هم بشنویم، بعد من سوال آخرم از شما بپرسم. میزان راه ملت هست، ملت کسی را خواستن اون روی چشم ما هست، کسی را که نخواستن همونطوری که ملت تردش کردن از نظر ما مردوده. وقتی که شما کمالات خود را نشان دادید همه قبول کردن. این ظلم و جوری که رضا شاه کرده پدر بزرگ من سبزوار تبدیل کرده، از صرف سنار بلوچر تا ورامین پدر بزرگ من جز همون تبیدیا بوده که از همین کوها بازن تا وقتی که دوباره خود را به صرف سونجا رسانده و هیچ فامیل بلوچی را در شناسنامه نگذاشتن، هر کدام را از پیش خود فامیل گذاشتن. و این چه سیاستی بوده که آقای رضا شاه اعمال کرده؟ یعنی میخواسته که خانواده ها را گم بکند، فامیل ها را گم بکند، مردم ایران را هویتش بگیرد. اسم شما هم رضا شاه هست، ما اون ستم ها از یاد ما نرفته هم. شما اینجا اصلا بزرگ نشده اید دیگه، چطوری برای ما تکلیف روشن میکنید؟ شما در اینجا نبودید که رنج و گرفتاری مردم را بدانید. مردم در زمان جنگ چه رنج های کشیدن، بعدان چه رنج، آلان چه رنج های دارن. رنج اینجا می کشن، رنج ملت می کشد. شما از اونجا برای خود قد خدایی تعیین نکنید. بله، صحبت های جالبی بود. با توجه به این وقایع درگیری مردم فنوج و همینطور وقایع امروز زاهدان که شما هم توضیح دادین، تو هفته گذشته به نظرتون سمت و سوی جامعه به سمت سکوت و سکونه یا قیام؟
چون رژیم خیلی تبلیغ میکنه که اوضاع رو کنترل کرده. بله، همونطور که خودتون هم گفتید، می‌خواستم اشاره کنم رژیم سعی بر این داره که بگه که ما مسلط هستیم و کنترل کردیم آرامش و از ناب و دنبال چای رژیم در کادر رضا پهلوی هم سعی میکنن با توجیه سیاست خشونت پردازی جبر آروم میشونه. ولی واقعیت اینه که ما چیزایی داریم میبینیم، حرکتهایی داریم میبینیم که نشون دهنده این نیست. کمی که اگه خاطرتون باشه سالهای قبل هم که ما شاهد حرکت های بودیم، اگرچه توی یک مقطع نشون کرد ولی چند مدت بعد دوباره این آتش از روی خاکستر بیرون میاد. ببینید، سه روز پیش اگر اشتباه نکنم پنجم اردیبهشت یکی از این آخوندهای شورای نگهبان، ششم اردیبهشت آخوند شورای نگهبان تبدیل که قبلا نماینده خامنه ای جنایتکار در سیستان بلوچستان بوده، یا امام جمعه کاشان از 25 مرداد 99 تا فروردین 1401 بود، این فرد در بانک مرکزی بلوچستان توسط یک فرد کشته میشه. توسط این حرکت نشون دهنده این هستش که در واقع مردم سکوت نکردن، مردم حرکت های خودشون رو نه تنها سکوت نکردن بلکه دست به سلاح بردن. یا اگر توی خاطرتون باشه ما توی این مقطع امام پرانی داشتیم ولی الان آخوندکشی داریم. توی مرزداران، بلوار مرزداران شاهد این هستیم که یک ماشین پراید یک آخوندی رو در واقع میخواد زیر بگیره و فاصله طولانی رو به کاپوت ماشین این آخوند رو به جلو میبره. یا حرکت هایی که توی کل ایران ما داریم ببینیم و خود هم منطقه به هم سن کمی سوال شد، ما شاهد گسترش اعتصابات مردمی هستیم که همه مردم به اعتصاب پیوستن در اعتراض به این جنایتی که اتفاق افتاد. در واقع اگر توجه کرده باشیم حرکت هم پاس استراتژیک نشده بلکه توی یک فاز جدید رفته، پیوست جدید. حالا این چه که رژیم داره میگه طبیعتاً مخاطر توجیه و انرژی دادن به نیروهای باداده خودش و رفته خودش است. باز من اینجا داخل پرانتز اشاره بکنم، چند روز پیش خامنه‌ای جنایتکار با یه سری دانشجوهای وابسته به خودش جلسه داشتن که اون جلسه آخرش به آشوب تموم شد. خامنه‌ای با بلند کردن صداش و تشهر زدن و اون جلسه رو تموم کرد. یعنی حتی این صداها، این اعتراض ها به بیت عنکبوتی خود خامنه‌ای بود. در نتیجه ما هیچ سکون و سکوتی نداریم، این حرکت ادامه پیدا میکنه. در واقع هشتمین ماه هستش ما ببینیم که توی سیستان بلوچستان به اون شکل، توی اطراف و اکناف ایران توی کردستان به اون شکل، توی تهران به این شکل. یعنی هر کجا مردم هر کاری که دستشون بربیاد به نوعی اعتراض خودشون رو نشون میدن. اما قطعا شاهد این خواهیم بود که در آینده نتونیم تو دوباره شاهد اون حرکت های گسترده باشیم و اون وقت ما بازدیم آیا مردم سکوت کردن، چون سکوت لازمش اینه که مسئله مردم حل بشه. وقتی که هیچ مسئله از مردم حل نشده و هرچی دیگه با سرکوب پاسته داده شده این مقطعی سکوت داره، برای قطعا اون سکوت از نوعی که سکوتی به خامنه‌ای میگه نیست، پاسداران میگه نیست. این آتش زیر خاکستر که هر لحظه جرقه زده میشه و شاهد بقایی خیلی گسترده تر از اون چی که توی شبنای گذشته بود. بله، به امید اون روز. خیلی ممنونم از شما آقای رضا شمیرانی، زندانی سیاسی دهه 60 که در این گفتگو همراه ما بودین، دعوتمون رو پذیرفتین و سوالاتمون رو پاسخ دادین. با تشکر از شما به خاطر وقتی که خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.